سپاسگزارم و ما آخرین ایمیل ما در رابطه با بازبانوی است که درخواست کمک از شما کرده. سلام خانم بابک عزیز، زن 25 ساله هستم، همسرم 28 سال هستش، یک دختر 3 ماهه نیز دارم. ما در ترکیه و در شرایط سخت پناهندگی زندگی میکنیم. همسرم بسیار لجباز و بددهن هست، یعنی هر روز بدتر و بدتر میشه. طی دعوای خانوادگی که پیش اومد، خانواده همون اصلا ارتباط ندارن و ایشون همه چیز رو از چشم من میبینه. همش میگه تو باید طرف من باشی، خانوادهت رو ول کنی. منم نمیتونم خانوادم رو بذارم کنار. سر همین موضوع شوهرم اصلا طرف من نمیاد، نه از نظر جنسی نه عاطفی. الان تقریبا 5 ماه هیچ گونه رابطه نداریم، مثل 2 همخونه شدیم و اسم روتن راه نماییم کنیم. دارم دیوونه میشم. من شوهرم رو خیلی دوست دارم. ممنون از شما. گفتن چند ساله که تو ترکیه هستن و ازدواج کردن؟ نوشتم که یک دختر 3 ماهه دارم. من نوشتم چه زمانی چقدر وقته که در ترکیه زندگی میکنم، فقط به اعدادی که یکی سن خودشونه، سن همسرشونه و دختر 3 ماهشونه. من نوشتم چند موقع است که در ترکیه. خودشون چند سالشونه؟ دوباره لطف میکنیم. 5 سالشونه، همسرشون 28 سالشه و پس نشون میده که خودشون دارن در ترکیه زندگی میکنن، خانواده ها تو ترکیه نیستن. نه حتما، یعنی اشاره به این موضوع نشد. ببین به هر حال صحبتتون بکنم، چقدر سنای ازدواج هی داره کمتر و کمتر میشه و طلاق ها بیشتر و بیشتر. خوشبختانه سنای ازدواج من فکر میکنم اتفاقا داره دیرتر میشه برای بعضیا، ولی طلاق خیلی داره بیداد میکنه متاسفانه. حالا فرق نمیکنه خانواده ها در ترکیه زندگی میکنن یا نمیکنن، مهم اینه که تو مهربانوی عزیزم نباید از تعصب از خودت نشون بدی. در درجه اول شما ازدواج کردی، شما با مردی ازدواج کردی که نمیدونم چه مشکلاتی داره و نگفتی که چه مشکلاتی با خانوادهتون داشته و داره. به هر حال یه مرد زخمی به نظر میاد از دعوای خانواده ها و خانواده شما. زمانی که من ازدواج میکنم، اگر از خودم تعصب، اگر همسرم رو اولویت نشمارم و تعصب از خودم نشون بدم، همسرم به نوعی طلاق عاطفی منو میده، احساس میکنه که یار من نیستی و همسر شما به نظر میاد که یه جورایی شما رو طلاق عاطفی داده، تا طلاق جنسی هم بهت داده 5 ماه اخیر، برای اینکه احساس میکنه که داری از خانواده دفاع میکنی. مهم نیستش که خانواده چقدر حق دارند و یا حق ندارند. اصولا یه خانواده سالم نباید دخالت بکنه به مشکلات زن و شوهرها. زمانی بعد خانواده دخالت بکنن، زمانی که میبینن جون دختر یا پسرشون در خطره یا جون نوه‌هاشون در خطره، یعنی این داماد یا این عروس مشکل جدی داره و داره به خود و خانواده داره آسیب جدی میرسونه، اون فرق میکنه. اما این در اختلافات عادی زن شوهری، یا اگر قبل از ازدواجتون هم اینا دخالت کردن و مخالفت کردن و یا شاید ممکنه ایشون داماد طرد شده است، یعنی خانواده شما نمیخواستن این آقا رو و این یه پرونده از خانواده شما تو دلش نگه داشت و بعدش هم دعواها اوج گرفت، حالا هم که پشت این رفتین ترکیه، سعی کن با شوهرت، صدای منو برای همسرت بذار، هم شما و هم همسرت، شما باید اولویت باشین برای همدیگه، نه همسر شما بعد از خانوادهش تعصب نشون بده. اصلا تعصب، برین برنامه تعصب رو نگاه کنین، هر نوع تعصبی واقعا این مرکب افکار ما رو خشک میکنه، واقعا انسان رو عقب افتاده نگه میداره. هر تعصبی، انسان به هیچ وجه در هیچ موردی نباید با هیچ کسی، نه عقیده، نه دین، نه سیاست، در هیچ موردی انسان نباید از خودش تعصب نشون بده. یک انسان نادان از خودش تعصب نشون میده. زمانی هم که ازدواج میکنیم، زندگی الان و فعلیمون خانواده میشه اول اولویت، شوهرم و یا زنم و بچه‌م، هیچ کس دیگه اولویت نیست. خانواده ها محترمن، هستن، ولی سر جای خودشونن. اولویت من و تو هستی. قشنگ بشین با همسرت صحبت کن. اگر تونستین بیاین روی خط هفته های آینده مستقیم جفتتون با من صحبت کنین.
که درد دل همسرت هم من بشنوم، که ببینم همسرت چرا اینجور شما رو داره به نوعی تنبیه میکنه و شکنجه میده با بیمهری به شما. چون این کارش هم خیلی خیلی کار درستی نیست، برای اینکه یه بچه یه 3 ماهه الان این وسط هست، اون بچه یه قربانیه و اگر شما یه رابطه سالم نداشته باشین دقیقا اون بچه آسیب میخوره و فردا باید شما یه بچه تحویل جامعه میدین، حالا هر جایی هم که زندگی کنین یه بچه ناسالم خودتون باید بها بدین براش. پس احساس مسئولیت بکنین، بچه بازی رو بذارین کنار، قهر و خشونت و نمیدونم تنبیه و شکنجه و این بازی ها همه گیمای بسیار بسیار غلط، غیر اخلاقی و غیر اصولیه. قشنگ بشین با هم دیگه صحبت کنی، به همسرت بگو من صداشون رو شنیدم، شاید که نه حتما از خودم تعصب نشون دادم در مورد خانوادم، بیا با هم صحبت کنیم یا بریم رو خط ببینیم کجاها اشتباه کردیم، چون من نمیخوام، من تو رو دوست دارم، من نمیخوام به خاطر خانوادم یا تعصب روی خانوادم خوام زندگی خودم رو خراب بکنم. ما پاشدیم اومدیم الان ترکیه داریم زندگی میکنیم، با یه بچه 3 ماهه میخواییم برای خودمون یه زندگی جدید تشکیل بدیم، در صورتی که خودمون با دست خودمون کردیم جهنمش. بهش بگو بنویسه، اگر که نمیخواد نمیتونه راحت صحبت کنه برات بنویسه، دردهای دلش رو برات بنویسه، بعد برای ما بفرست اگر که نمیتونه یا نمیخواییم بیان روی خط. ولی عزیزان لطف کنن اگر میتونن بیان رو خط، چون خیلی به نفعشونه، خیلی سوالا رو من میتونم ازشون بکنم که جواب رو خیلی بهتر میتونن بگیرن. اما به هر حال شما یادت باشه از همین امروزی که صدای منو یا هر روزی که صدای منو میشنوی تعصبتو بذاری کنار، کمپلیتلی از بین ببری هر نوع تعصبی رو، سفت و محکم و قشنگ وایسا به همسرت هم بگو بله کجاها مادرم اشتباه کرد، کجاها پدرم اشتباه کرد، تو درست داری میگی، همسرت هم همینطور اگر خانوادش اشتباه کردن، و شما بتونید یه نیو مریج، این دی مریج یا ازدواج مجدد درون ازدواج بعد بین خودتون تشکیل بدید. چون اگر کاری که همسرت شروع کرده روش بسیار غلطی رو شروع کرده و اگر این ادامه پیدا بکنه رابطه شما خیلی خطرناک، ممکنه به خیانت کشیده بشه و یا به طلاق کشیده بشه. پس تا این به طلاق و خیانت کشیده نشده، از هر کدوم فرق نمی‌کنه، از هر دو طرف ممکنه پیش بیاد، جلوی این ضرر بزرگ رو بگیر، حالا که اینقدر همسرت رو دوست داری. و همسرت هم باید بیاموزه قهر نباید بکنه و شما رو نباید اینجوری تنبیه کنه. یک انسان عاقل و بالغ با شعور کافی قهر نمی‌کنه، اونم با زن جوون 25 سالش که 5 ماه هم سکس باهاش نداشته باشه، هم به خودش فشار بیاد و هم به شما فشار بیاد و روحیه شما رو انقدر خراب بکنه، روحیه خودش هم خراب بکنه و طبیعتاً تاثیر مستقیم روی این بچه 3 ماهه، رو نوزاد 3 ماهتون میذاره. پس هر چه زودتر بشین باهاش صحبت کن، اگرم به موقع احتیاج هست ازش عذرخواهی کن، از اگر تعصب از خودت نشون دادی و متعصبانه و کورکورانه از خانوادت دفاع کردی، صادقانه بگو من یاد گرفتم نباید میکردم، من عذر میخوام اگر این کارو کردم، تا بتونیم به یک آشتی برسیم، یک آشتی سالم. و ایشونم اگر دوست داره بیاد رو خط یا برای ما ایمیل بفرسته که یاد بگیره تنبیه، انسان همسرش رو نباید تنبیه کنه این مدلی. اصلا تنبیه چرا ما به جای تشویق تنبیه بذاریم؟ نسل جوان چرا باید این کارو بکنه؟ اینه که باید هر چه زودتر بریم سراغ ازدواج مجدد درون ازدواج. بسیار از لطف شما سپاسگزارم. مرجان عزیزم پیام دادن که الان دیگه صدا رو میشنون. عزیزم اگر که شما این قسمت بسیاری از این برنامه رو از دست دادید، در آرشیو تا 20 دقیقه دیگه میتونید پیدا بکنید، یا یک رو به دیگه که برنامه میره برای آرشیو و از اول برنامه رو شنوا باشید. در هر صورت از همه شنوندگان عزیز تشکر میکنم که تا این ساعت با ما بودن، همچنین از بانو میترا بابک عزیز که هفته دیگر رو در کنارشون بودیم و اینگونه مهربانانه خالصانه به سوالات همه عزیزانی که جواب میخواستن پاسخ دادن. بانو دستتون رو بگرمیم، میفشورم روتون رو میبوسم و تا ساعت 10 شب عزیزان شنونده بدونید که 10 شب با برنامه تلنت شو که از پروژه
های بانو دکتر میترا بابک عزیز هستند و بسیارم تا امروز موفق برگزار شده و عزیزان بسیار زیادی در این تلنت شد در قسمت های مختلف شرکت کردن که ساعت 10 شب این رو بیشتر بانو میترا بابک عزیز توضیح خواهند داد و شاید عزیزان هم بیان روی خط با شماره تلفن 046 که کد سوئد هستش و شماره 7 0 7 37 60 40 96 با ما در ارتباط باشید، صدای شما رو به گوش همه عزیزانتون برسونیم. بانو بسیار از شما سپاسگزارم، عصر خوبی براتون آرزو میکنم و تا ساعت 10 امیدوارم ساعتهای دلپذیری داشته باشید. من مشتاقانه منتظرم ساعت 10 بچه های هنرمندمون صحبت کنیم و هنرها در مورد هنرهاشون صحبت کنیم و همچنین صداها و موزیک الان تکنوازی موسیقیه بشنویم. سپاسگزارم. اوقات عالی خوش. شبتون بخیر.